بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خداوند. مسئولین عزیز، سلام و عرض ادب تمام خدمت شما تقدیم می دارم. به جلسه 15 از تدریس مضمون نباتات مزروعی به خدمت شما قرار دارم و رسیدیم به فصل 3 از چپتر نباتات مزروعی که در این فصل موضوعات در ارتباط به چیگونگی آماده ساختن خاک یا تهیه بستر مناسب برای بذر نباتات مزروعی همراه با شما بحث میکنیم که یکی از مهمترین مراحل کاشت و تهیه بستر مناسب برای کشت نباتات مزروعی یا کشت نباتات باقی و یا هر نبات دیگر میباشد که اساس و بنیاد زراعت بعد از اینکه ما تخم تهیه کردیم مرحله آماده ساختن زمین هست با استفاده از تکنولوژی، ماشین‌آلات، نیروی انسانی یا وسایل محلی به روش مطلوب و مناسب باید تهیه کنیم و همچنین طریق ازدیاد حاصل نباتات که از چی طریق های ما بیاییم نباتات ازدیاد ببخشیم، آیا از روش تکثیر جنسی که از طریق بذر هست معمولا در نباتات مزروعی استفاده میشه و یا هم از روش های غیر جنسی یا از طریق اعضای خود نباتات که همانو از طریق پیوند یا از طریق قلمه یا از طریق فرنگ و لیرینگ و روش های مختلفی که در ازدیاد نباتات وجود داره. در مورد آماده ساختن زمین از لحاظ فیزیکی باید صحبت کرد که از لحاظ فیزیکی ساختار خاک به چی طریق آماده و سازیم و بستر مناسبی از لحاظ فیزیکی تهیه سازیم که خاک حتما باید نهایتا نرم ساخته شه، هموار ساخته شه، آری از علف های هرز، کاه و کلیش و سنگ و این مواد فیزیکی باشه و همچنین آری از آفات و امراض باشه و منبعی از مواد عضوی و مواد غذایی برای خاک باشه. عملیات زراعتی یا تیلیج که به معنی آماده ساختن زمین یا شودیار یا تهیه بستر برای بذر نبات هست، فعالیت های میخانیکی یا تاثیر میخانیکی بر روی خاک هست که با استفاده از وسایل محلی یا وسایل میکانیزه ما میایم تاثیرات میخانیکی بر روی خاک ایجاد میکنیم تا خاک بستر مناسب برای بذر آماده بسازیم که زیرورو کردن یعنی چپه کردن خاک، نرم کردن خاک، قطع کردن علف های هرز و یا ساقه های نبات گذشته، ماله کردن یا هموار ساختن دوباره آن تا بستر مناسب برای کاشت مجدد نبات بعدی ما آماده شه. عملیات زراعتی شامل قلبه کردن، ماله کردن یا هموار کردن، رولینگ یا نرم ساختن خاک با رولرها که هموار می سازه، تپک می سازه و خشاوه کردن و از بین بردن علفهای هست مراحلی از عملیات زراعتی هست. عملیات مربوط به نوعیت نبات، رطوبت خاک، شرایط اقلیمی برای هر نبات متفاوت هست. اگر ما بیاییم نبات باقی پیش بکنیم عملیات زراعتی متفاوتی نسبت به نباتات مزروعی و نباتات یک ساله دارن، اونهایی که ریشه سطحی دارن، اونهایی که ریشه عمیق دارن، اونهایی که ریشه متوسط دارن، زمین هایی که قسمت مواد عضوی کمتر دارن، قسمت زیرین سختری دارن، بران زیر شکن و با استفاده از ماشین‌آلات سنگین تر یا سایلر ها برای آماده ساختن زمین برای کشت مجدد استفاده بشه.
ادوات و ماشینالات که در آماده ساختن زمین استفاده میشه، هم از وسایل محلی و یا وسایل میکانیزه مهم و اساسی است که در تایید زمین باید ما داشته باشیم. و وسایل در مراحل مختلف که زمین به چندین مرحله آماده میسازیم، از این وسایل استفاده میشه و حتی از جویکش ها و یا کش کننده ها که عین زمان زمین از یک طرف آماده میسازه، شودیار میسازه، وسایل سنگین بین زمان کار میکنه و در عین زمان نبات هم با خود داره و نبات به زمین کش میکنه، یا هم به صورت تکی مرحله به مرحله از وسایل مورد نیاز کشت استفاده میشه تا بستر مناسب آماده و برای بذر استفاده کنه. اجرای صحیح مقاصد عملیات زراعتی، ریشه‌کن کردن و دفع علف‌های هرز که علف‌های هرز را کامل باید از بین برده باشیم تا باعث رقابت و نبات بعدی ما نشه، و حفظ و نگهداری ساختمان خاک، رطوبت باید ساختمان خاک از لحاظ ساختارهای فیزیکی خاک حفظ کرده باشیم، ساختار فیزیکی خاک را از بین نبرده باشیم و همچنین حفظ رطوبت خاک را ما داشته باشیم. هرچی که قدر زمین نرمتر و آماده می سازیم باعث حفظ رطوبت در خاک میشه، که رطوبت خاک یکی از جمله فاکتورهای مهم و اساسی در تولید و یا در مرحله جرمنشن بذر نیاز هست که رطوبت خاک داشته باشه. زیادتر شدن نفوس پذیری و تهویه خاک هست. قسمت های پایینی خاک باید سفره های که اگر سختتر هست زیر شکن بشه تا نفوس پذیری یا به قسمت های پایین تر ایجاد بشه و همچنین باعث تهویه و به دسترس قرار دادن گازات مورد نیاز نبات در خاک ما تامین کرده باشیم. زیادتر شدن فعالیت های موجودات زنده که از جمله فاکتورهای مهم و اساسی در تجزیه مواد زایده که در خاک میمانه و تجزیه آن به عناصر اولیه و به مواد عضوی و هیومس و مواد مورد نیاز نبات تهیه کردن، یعنی موجودیت فعالیت های ماکرو ارگانیزم ها در خاک مهم و اساسی هست که فعالیت میکنن و مواد عضوی خاک اضافه میکنن و این مواد عضوی بستر راحت تر و سهل تر و بهتر تر برای نبات آینده ما تهیه میکنه. کاهش موجودات رقابت کننده، موجوداتی که رقابت میکنن با گیان اصلی ما، اگر نباتات غیر از نبات اصلی ما باشه و یا آفات باشه و یا امراض باشه، موجودات رقابت کننده برای گیان اصلی ما هست باید دفع بشه و از بین برده بشه و بستر کشت ما عاری از این موجودات رقابت کننده برای نبات اصلی آماده بشه. زیاده روی در تلیج مصارف بالا میبره. در تلیج یا آماده ساختن زمین اگر ما میاییم وسایل خیلی سنگین استفاده میکنیم، به مراتب میاییم زیر رو میسازیم، خاکر هموار میسازیم، دوباره باز هم عملیه را انجام میدیم، شودیار میکنیم، برام زیاده روی از حد مورد نیاز هم مصارف بالا میبره، چون در از این وسایل خود وسایل استهلاک میشه، مواد سوخت در از اینها زیاد هست، نیروی بشری در از این مصرف میشه، صدمه در ماشینالات و از اون مسئولیت عمر ماشینالات کاسته میشه. بنابراین اینا ضربات اقتصادی هست که باید زیاد روی نشه و در حد مطلوب در تایید بستر زمین باید اکتفا کرد. ساختمان خود را آسیب میزنه به زیاد استفاده ماشینالات، عبور و مرور ماشینالات باعث تخته شدن و سخت شدن خاک میشه که یک فاکتور منفی هست، باعث
عدم نفوذ پذیری خاک در ریشه در خاک میشه. باید که ما حتما مینیمم تیلیج یا به حد اوسط در آماده ساختن خاک مبادرت بوزیم در مقابل نو تیلیج که اگر ما کدام تلاشی در امر تیی مناسب خاک کرده باشیم، منند در حد اوسط در حد نتیو باید خاک ما آماده بسازیم و بستر برای رشد نبات و جرمنشان بذر داشته باشد. انواع تیلیج یا روش هایی که ما خاک تهیه می سازیم برای نبات، آماده نمودن فیزیکی خاک هست که آماده نمودن فیزیکی خاک از لحاظ عملیات فیزیکی و تهی زمین از لحاظ ساختاری شامل عملیات زراعتی اولیه هست که به نام پرایمری تیلیج میگیم و بعد از رفع حاصل زمین شخم نخورده و گندم ما رفع حاصل کردیم، زمین گندم زمین تقریبا شخم نخورده هست، بعد باز بکنیم زمین بشکافیم، مرحله اول مرحله شخم زمین یا شودیار است، بعد خود به این مرحله حتما زمین کلوخی میشه، بعد خاک مهیده بشه، خاک نرم بشه و ازدیاد نفوذ پذیری آب ما در خاک زیاد بسازیم و همچنین خاک زیر رو کنیم تا علف های هرز به قسمت پایین از خاک قرار بگیره، یک لایه خاک روی علف های هرز قرار بگیره تا یه علف های هرز پوسیده بشه و به مواد عضوی تبدیل بشه و آینده دوباره به دسترس ریشه نبات جهت بخاطر تکافوی مواد غذایی نبات ما به دسترس قرار بگیره. عملیات زراعتی دومی هست بعد از اینکه ما زمین شودیار کردیم، چپه کردیم، زیر رو کردیم، علف های هرز به خاک علاوه کردیم. عملیات دومی یا سیکندری تیلیجر انجام بدیم که بعد از اجرای عملیات اولی اصلاح بستر تخم است، میدن میدان خاک هست، نگهداری رطوبت هست و از بین بردن مجدد گیان هرزه هست و هموار ساختن بعدی مزرعه هست که عملیات به مرحله دومی آماده می سازیم. خاک بیشتر میده میکنیم، جهت نگهداری خود رطوبت، گیان هرزه را از بین میبریم و مزرعه دوباره هموار می سازیم. بهتر است که بستر تخم 30-40% ذرات خاک به اندازه قطر تخم باشه، یعنی زیاد هم میده نباشه، قطر تخم اگر نسبت به نباتات مختلف متفاوت هست 30-40% از ذرات خاک متناسب با ذرات متناسب با بذر باشه یا همسایز با بذر باشه بهترتر است که باعث تهویه بهتر خاک میشه و اکسیژن بهتر در خاک نفوذ میکنه و گازات که باعث پوسیدگی بذر ما در آینده در خاک خواهد شد از خاک بیرون میشه و مرحله بعدی عملیات زراعتی داخل مزرعه به مقصد مراقبت از کشت است. دو مرحله اولی و مرحله دومی، مرحله آماده ساختن زمین هست و مرحله دومی که ما نبات خود کش کردیم، بستر کامل آماده شد، بعد از آماده ساختن بستر مناسب نبات را کش کردیم و بعد مرحله مراقبت از خود کشت ما هست که به نام انترتیلیج یاد میشه که شامل آبیاری هست، شامل خشاوه هست، شامل کددهی هست، شامل خاک دادن هست که عملیات مراقبت، حفظ مراقبت از زمین ما هست که زراعت در مجموع به سه مرحله تقسیم میشه که مرحله کشت است، مرحله داشت یا مرحله مراقبت و حفظ از نبات است و مرحله برداشت است که هر کدوم تحت شرایط خاص و استفاده از ابزار و وسایل خاص اجرا میشه. بعد از بذر تخم نسبت به نوعیت نبات، وضعیت خاک، تراکم گیان هرزه، عملیات کلتیویتور، خاک دادن برتها و خشاوه و سله شکنی اجرا میشه که مربوط به مرحله از داشت است که
رطوبت حفظ بشه، گیاه هرزه از بین بره، خاک تقریبا خاک ورزی صورت بگیره، پای بوته ها سخت نشه، سله شکنی بشه، زمانی که آبیاری میشه و خاک خوش میشه سله شکنی بشه، یا اگر بوته ها نیاز به خاک بیشتر دارن به اطراف بوته ها خاک داده بشه، کودهای حیوانی و کودهای عضوی هم استفاده بشه. وسایل برای عملیات زراعتی هست که چی وسایل برای عملیات زراعتی ما در زراعت استفاده میکنیم که ابزار میتونیم به دو قسمت تقسیم میکنیم، یکی ابزار محلی هست و یکی ابزار ماشینری هست، که ابزار ماشینری یا ادواتی که در ماشین های زراعتی به خصوص تراکتور استفاده میشه خیلی زیاد هست، که در جلسات بعدی همراه با شما به این مورد بحث خواهد کرد. وسایل زیاد در آماده ساختن زمین استفاده میشه که مرحله کاشت است. وسایل زیاد جهت آماده نمیدن زمین استفاده میشه که سنگین ترین و با هزینه ترین وسایل و امکانات در مرحله کاشت در زراعت استفاده میشه و نسبت به مناطق متفاوت هست. مثلا اگر مقایسه بکنیم یک کشور با کشور دیگه، ماشینالات و وسایل مکانیزی که در مرحله کاشت استفاده میکنن از هم متفاوت هست و با خاک و شرایط توپوگرافی و توافق تعداد زیاد استفاده میشه که در تحت شرایط وضعیت زمین، پستی و بلندی زمین، نوعیت زمین، خاک سخت باشه یا نرم باشه، پستی و بلندی داشته باشه یا نداشته باشه، وسایل و ادوات متفاوتی استفاده میکنن که عبارت از یک وسایل محلی هست، وسایل که دیهاقین به دست راست دارن و از این وسایل در عملیات کاشت و تهیه زمین استفاده میکنن که به دست راست دیهاقین موجود هست و به سیستم دستی استفاده میکنن و همچنین بعضی از وسایل میکانیزه هم که مبیشی بعضی از دیهاقین به دست راست دارن. دی وسایل محلی شامل بیل هست که خود بیل یکی از ابزار مهم و مفید دستی برای دیهاقین هست که در مجموع دیهاقین در کشورهای در حال انکشاف و کشورهای انکشاف یافته از این ابزار استفاده میکنن و تر روش های استفاده متفاوتی در هم در زراعت داره و هم در انجینری داره و در رشته های متفاوت از این وسیله بازش استفاده میشه که در شخم زنی بعضی از دیهاقین که حتی خود گواهان به دست راست ندارم در از بیل به مقصد شخم زنی استفاده میکنن، به مقصد کندن چغورک ها یا در مقصد آبیاری استفاده میکنن و همچنین در سبزی کری و در باغات و در زراعت ساحه استفاده خیلی وسیع داره که پرکاربرد هست. از دومین وسایل محلی، وسایل قلبه محلی هست یا خشاوی که توسط ابزار محلی و همچنین گو یا مو خر و اسب و اینا استفاده میکنن برای کشیدن خود نمو تیش یا نمو کنده گوندونی از گوها برای قلوه کردن استفاده میشه که از قرنها با یک اندازه تفاوت در منطقه مختلف ساخته شده، خود نمو تیش و خود کنده گوندونی نسبت به مناطق مختلف متفاوت هست و طبقه تعتنی به سطح خاک برگردانیده میشه و لار و حشرات و نور زیر رو میکنه و گیان خرزر هم زیر خاک میکنه و یک وسیله محلی هست که از این مجبورن چون وسایل میکانیزه دیاریم توان خریدن ندارن و به دست راست ندارن بنابراین به همه وسایل محلی گزاره میکنن که مفید و مؤثر هست، ولی آنقدر که وسایل میکانیزه در امر تهیه بستر
خاک مفید هست، مؤثریت نداره. این بود موضوعات این جلسه ما، امیدوارم که موفق و کامیاب باشید.